دوستان و همراهان همیشه یک کانال حسین از MMA درود بر شما. وزن 125 کیلوگرم فینال وزن 125 کیلوگرم مسابقات قهرمانی ارتشای جهان باکو 2023 آذر ماه 1402 مصطفی طوقانی در برابر خراسانی مباد و نیابی در مقابل کشکی از بلاروس قرار گرفته. کشکی بلاروس ویتالی با دوانده قرمز قطع قواره کشتگیر ما یه مقدار بلندتره، دست و پای کشیده‌تری داره نسبت به کشتیگیر بلاروس. ببینیم چه میکنه در ادامه کار. کشتی قبلش کشتی روس رو 9-6 شکست داد، رو به جلو دستش خوب کار میکنه. رد پاسیب در دو کشتی قبل دو تنچی مساوی 5-5 و 2-2 ما تلامون به نقره تبدیل شد. کشتی نگه میدارم و تذکر رسمی رو داور میده به کشتی بلاروس که کم کاره. یک پای دیگه یه لحظه باز کرد میده سرشاخ خارجش کنه. یک پای دیگه سرشاخ همچنان دست کشتی ما خوب کار میکنه. لحظه انگشتا رو گرفته بود کشتی بلاروس کنارهای توشک، باید مراقب بدلکاری کشتی بلاروس باشه. ویتالی یه زیر کتف بزنه، تو اینجور موقعیت ها معمولا خالی میکنن کشتیگیر رو در میرن. یه لحظه خواست زیر کتف بزنه ولی خب کشتیگیر بلاروس هم هوشیاره. یه لحظه حتوشه خارج میشه، حتوشه خارج میشه و یک امتیاز برای کشتیگیر ما صرف میشه. مصطفی هم اینجوری با جلو هی پیدن چون تو سرشاخ میتونن اختار دوم رو بدن به کشتیگیر بلاروس. داور درخواست کمکاری و تایید میشه. حالا سیستان شاد کلا فعال خواهد شد روی کشتیگیر بلاروس. ویتالی اگر سیستان یه نتو امتیازی بگیره یک امتیاز برای کشتیگیر ما ثبت خواهد شد. سرشاخ همچنان رسلن یه کار میکنند و کشتیگیر سعی میکنه با گوز کردن راه رو با اینجور فرخوش باز کنه. مصطفی طوقانی خب تا ثانیه دیگه یک امتیاز دیگه هم برای کشتیگیر ما ثبت خواهد شد. یه لحظه اومده بغل بشیر برای زیرگیری بچه کشتی دو بسه آروم آروم سر میکنه توشک خارجش کنه ولی دور میزنه کشتیگیر بلاروس. یک پیلی سرشاخ در میانه توشک دو بسه هم به کار میکنه. ما تو وزن 86 کیلوگرم به امریکا باختیم دقیقی پیش. مانه چه 5-5 به نقره رسیدیم در وزن 92 هم 97 هم به نقره رسیدیم. امیدواریم که این آخرین کشتی امروز و آخرین کشتی در رشته آزاد هستش، بتونه در اول کشورمون پرچم کشورمون رو به اهتزاز در بیاره در این سالون. سالی پایانی 3 دقیقه اول 10 ثانیه هر دو کشتی ترجیح میدن تا 3 دقیقه به پایان برسه و نزد مربی خودشون برن. خب اینجا سوت پایان و ببینیم چه تاکتیکی در نظر میگیرن برای 3 دقیقه دوم. نادر ناظری توصیه لازم رو میده به شاگردش، ببینیم چه میکنه در 3 دقیقه دوم. امیدواریم که برنده دیدار باشه، آروم و منطقی کشتی بگیره، میتونه کشتی رو شکست بده. سرحالتر و قبراختر نسبت به کشتی بلاروس در مسابقات جام یارگین تونست برنز بگیره. تو جام یاشاردوغو مصطفی طوقانی طلا گرفت. عزیزانی که به تازگی به جمع پیوستید حتما کانال سابسکرایب کنید و منتظر کشتی بعدی ما باشید. از فردا کشتی فرنگی آغاز خواهد شد. یک پای دیگه زیر کتف آرمارم حالا میتونه اکتوشه قایش کنه. باید مراقب بدرکاری کشتی بلاروس هم باشه و همینی که من میترسم توشک خارج میشه و یک امتیاز از دست میده. باید مراقب باشه کناره توشک
کنارهای تشک چانس اوت خاک نشد و یه تک امتیاز از دست داد. نباید عقب بکش که شاد کلاک دورش فعال کند. ای به یه دستی رکت کشتگیره دو بنده قرمز کاملا رو به عقبه، میتونم بهش اختار بدم. یک حتی شک علکیه مصطفی داور برای چی نگه داشت کشتی رو، نمیدونم داور برای چی کشتی رو نگه داشت، حتی شک خارج کرده بود. یه لحظه اگر سود نمیزد یه تک امتیاز دیگه میگرفتیم. خب بریم ادامه کشتی. کشتی در سرشاخ ادامه پیدا خواهد که هر دو کشتی یه مظهر خواهی میکنه از هم دیگه و بریم برای ادامه کشتی. نچه کشتی دو بر یک و دو دقیقه و ده ثانیه زمان داره، زمان زیادیه، نباید منتظر تک امتیاز باشه، باید امتیاز بگیر از این کشتی. یه لحظه رسول گروه گرفته بود، یه لحظه کشتی گیره بلاروس ویتالی رد پسیب رد پاسیم رو به جلو کلن سنگه رو کشتیگیر ما بود که داشت کار میکرد رو به جلو، باید اختار بدم بهش. کاملا رو به جلو کشتیگیر ما، نمیدم داور میخواد کی میخواد اختار بده. رد پاسیم کاملا کشتیگیر ما رو به جلو، داور نشون میده که میخواد اختار بده، حالا درخواست کمکاری میکنه و مورد تایید قرار میگیره. خب حالا شات کلاک و 30 ثانیه زمان داره تا یک امتیاز تو صندوق خودش بندازه. مصطفی طوقانی دستتو ماش کن. یک پایین سر چاخ دوباره پنجره رو نباید رها کنه، کشتی رو باید بره برای امتیاز، نباید رها کنه تا نفس بگیره کشتی گیره بلاروس. ثانیه پایینی مطمئنه میاد هرچی در توان داره رو کنه، همچنان تو سرشاق نسند میکار میکن. کشتی بلاروس هم منتظره یه اشتباه از کشتیگیر ماست. دو امتیاز و نچه کشتی حالا سه بر یک میشه. حاشیه امنیتی نداره ولی برای ما زمان زیادیه، 50 ثانیه زمان داریم، نباید رها کنه تا نفس بگیره. مطمئنه 30 ثانیه پایینی کشتیگیر بلاروس میاد هرچه در توان داره رو کنه. هنجی نگیر 30 ثانیه نباید گاردشو بالا بیاره، نباید گاردشو بالا بیاره، حالا دیگه از کردم نباید گاردشو بالا بیاره، گفتم نباید گاردشو بالا بیاره. اینطوری که مچ پا رو گرا بگیره، نباید رها کنه، نباید رها کنه، همونجا باید نگه داره، همونجا باید نگه داره تا زمان همونجا باید نگه داره تا زمان سپری بشه، همونجا باید نگه داره. عالیه. 10 ثانیه 7 ثانیه 6 5 ما بالاخره ما در سنگیوز تو آخرین کشتی امروز، آخرین کشتی از کشتی های قهرمانی ارتش های جهان به مدال طلا رسیدیم. تو آخرین کشتی، ما تو اولین کشتی 57 کیلوی هم و آخرین کشتی 125 کیلوی هم طلا گرفتیم. تبریک میگیم در اول کشمان مصطفی دوغالی و به همه شما کشتی دوستان. دوستان تا دور دیگه بدرود. دوستان یک بار دیگه خسته نباشید، میگم خدمت شما و مصطفی طوقانی عزیز، مرد طلایی وزن 125 کیلوگرم قهرمانی ارتش های جهان باکو 2023. آقا مصطفی تبریک میگم به خودت، خانواده محترمت، کشتی های زیبایی گرفتی، در فینال هم دلاورانه جنگیدی و مدال طلا. تبریک میگم بهت، کشتی هایی که گرفتی سطح مسابقات. خدا رو شکر، خدا رو شاکرم که نتیجه زحمات چند ماهمو گرفتم. انشالله حالا سطح مسابقات که خدا رو شو خیلی بالا بود. تیمای خوبی اومده بودن، تیمای مثل ترکیه و آذربایجان ما نفرات اصلیشون اومده بودن. خدا رو شکر که روسفید رفتم خونه دیگه. حالا انشالله برنامه‌ریزی می‌کنیم برای قهرمانی کشور و انتخابی المپیک انشالله. با امید خدا. اگه توضیح خاصی، صحبت خاصی با مردم دارین، سلامت باشین. انشالله که ما رو دعا کنم بتونیم دیگه سرباز کوچکی باشیم تو راه. به امید خدا این دولت افتخاری که زدی با تمام وجود آرزو میکنم تو المپیک تو مسابقات جهانی بازو سالو بزنی. سلامت باشین. ان شاء الله دیگه پاری. سلامت. زنده باشی. مراسم اهدای جوایز وزن 125 کیلوگرم دلاور کشور بود. بله مصطفی طوقانی از ایران.
به مدال طلای این دور از رقابت‌ها میرسه. دلاور تایبانی و ماسکاراسان در فینال تونست کشتی بلاروس ویتالی رو شکست بده و به مدال طلا برسه. تبریک به خودش و خانواده محترمش. ما در سنگین وضع اولین وضع و آخرین وضعمون تونستیم طلا بگیریم. تبریک به همه شما کشتی. ساعت فردا هم کشتی فرنگی آغاز خواهد شد. منتظر کشتی فرنگی اجزانمون باشه. ما متأسفانه باید سرود ملی رو قطع کنیم به دلیل قوانین کپی رایت. از شما معذرت‌خواهی می‌کنم. ولی خب احتزاز در آورده شدن پرچم کشورمون رو در اینستاگرام حتما به نمایش می‌گذاریم دوستان.